روزکی صادقی همکارم از پاریس ما رو همراهی میکنه. دقیقا اختلاف گروه‌های مسلح عراقی بر سر چی هست روزکی؟ که کدوم گروه بیشترین تهدید رو نسبت به نیروهای خارجی داشتن؟ خب پریسا، مسئله‌ای که فاش شده اینه که در حال حاضر یک شکاف بزرگ در بین رهبران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به وجود اومده که آیا اونها هم پایبند به توافقی که یا آتش‌بسی که در حال حاضر در جریان هست باشند، یا همچنان به حملات خودشون به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌الملل در عراق و سوریه ادامه بدن. یک منبع آگاه در دولت عراق اشاره کرده به اینکه اختلافات در بین این گروه ها به حدی هستش که اونها در نتیجه اینطور تصمیم گرفتن که یک جلسه برگزار بکنن که همه این گروه ها این مسئله رو بررسی بکنن و یک تصمیم واحد بگیرن. اینه که کی این جلسه برگزار خواهد شد و نتیجه اون چه خواهد و آیا یک بیانیه واحد منتشر میکنن هنوز مشخص نیست. اما مسئله ای که مشخصه اینه که بیشتر اونها اونطور که این منبع آگاه هم آشکار کرده بر این باورند که اونها هم باید پایبند به این آتش بس باشند، چرا که حملات به پایگاه‌های آمریکایی در عراق حداقل بعد از این درگیری بین حماس و اسرائیل در غزه به وجود اومده. از طرف دیگه پرسیدی که کدوم یکی از این گروه‌ها. پریسا، ما بیانیه‌های مختلفی رو از سمت تمامی این گروه‌ها می‌بینیم، ولی در دو روز گذشته شدت بیانیه دو گروه بسیار بیشتر بوده. یکی گروه کتایب سیدالشهدا که از زبان سخنگوی خودش کاظم الفردوسی یک بیانیه داده و آنها گفتند که آتش‌بسی که در غزه وجود داره در واقع هیچ ارتباطی به گروه محور مقاومت یا جریان‌های مقاومت در عراق نداره، اونها همچنان به حملات خودشون ادامه خواهند داد. بیانیه‌ای که از سمت گروه نجبا منتشر شده به طور واضح آشکار می‌کنه، هدف قرار میده، تهدید می‌کنه جریان‌های مخالف رو که اگر بخوان مخالفت بکنند به حمله به نیروهای خارجی، حالا فرقی نمی‌کنه برای اونها. در این بین حتی به دولت هم اشاره کردند. ما شب گذشته اظهارات قیس خزعلی رهبر اصحاب اهل‌الحق رو داریم. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که هیچ تضمینی، ما در سال‌های گذشته هم این رو دیدیم، هیچ تضمینی از سمت این گروه‌های مسلح وجود نداره. اگرچه در 24 ساعت گذشته حمله‌ای در واقع به این پایگاه‌ها صورت نگرفته، ولی بسیاری از ناظران بر این باورند با توجه به اینکه دولت عراق در مقابل این گروه‌ها ضعیف هستش، احتمال داره که این گروه‌ها مجدداً حملات خودشون رو از سر بگیرن. چرسکی صادقی همکارم که از پاریس ما رو همراهی می‌کرد.